با سلامی دوباره خدمت شما هموطنان عزیزم، بینندگان محترم شبکه 3 سیما، برنامه فوتبال برتر، گزارش نیمه دوم دیدار تیم‌های نفت ایران و شباب عربستان در شرایطی که خب علی‌رغم برتری تیم نفت در نیمه اول و فرصت‌های خوبی که این تیم به وجود آورد، اما یک غفلت و اشتباه در میانه زمین تو در محوطه جریمه در اختیار مهاجمین الشباب قرار گرفت و با اعلام پنالتی از سوی داور کره‌ای نایف حزازی موفق شد که دروازه رو باز بکنه. تعویض اجباری هم برای نفت انجام میشه و ارسلان مطهری به جای علی قربانی مصدوم به زمین میاد. هر دو تیم با این شرایط یه تعویض اجباری داشتن، الشبابی ها دروازه‌بانش رو از دست دادن و نماینده ما نفت مهاجمش رو، که امیدواریم هر دو مشکلی نداشته باشن و خیلی زود به میادین برگرد. داور کره‌ای که نشون میده عجله زیادی داره برای شروع نیمه دوم، اعلام میکنه آغاز بازی رو. زردپوشای نفت در سمت چپ در برابر سفید و تیره پوشای الشباب، که امیدوار هستیم این بار دیگه در این نیمه بدشانسی دست از سر نفت برداره و بتونه از موقعیتشون بهتر استفاده ببره. یه بار دیگه بازیکنان دو تیم رو خیلی سریع خدمتتون معرفی میکنم تا اون دسته از بینندگانی که از این لحظه با ما همراه هستن بیشتر در جریان ترکیب دو تیم قرار بگیرند. برای تیم الشباب که نیمه اول خدمتتون عرض کردم والد دروازه‌بان بود و مصدوم شد و جای خودش رو به محمد الاویس داد و دروازه‌بان اونهاست، کار رو در نیمه دوم آغاز کردند. الاستا، عامر، رافینیا، حزازی زننده تک گل بازی از روی نقطه پنالتی، عبدالمالک، حسن اول، بدر و الخباری بازیکنه نماینده عربستان هستند به سرمربیگری آقای پاچکو. اما نفتی ها با سرمربیگری علیرضا منصوریان در سومین بازی خودشون در جام باشگاه آسیا که باید نتیجه لازم رو بگیرن، نفتی ها و حتی نتیجه مساوی هم مقدار کار رو در ادامه سخت خواهد کرد برای تیم نفت با یک باخت و یک مساوی، و فعلا تو این بازی که باخته اون موقع دیگه باید خیلی تلاش بکنه در دور برگشت رقابت ها. بیرانوند در اون دروازه هست، شیری، کوروشی، عزتی، امیری، غلامرضا رضایی، کامیابی نیا، حمدی نژاد، پادوانی، مبعلی و قربانی که جای خودش رو به مطهری داد. در همین لحظات هم یه برخورد انجام میشه با مهاجم تازه وارد، اما داور خطا نمیگیره و دستور به ادامه بازی میده. در این برخورد با مدافع الشباب محمد رفت و برگشت، دوباره توپ برمیگردونن مدافعین الشباب، بدر، رافینیا. بازی بدون توپش هم خوب بوده انصافا، در فضای خیلی مناسب خودش رو قرار میده به مانند این صحنه. حالا روی زمین هم نشون میده که خیلی بازیکن خوش استیلیست. توپو میارن پشت مهاجم جریمه، یه ضربه از راه دور، توپ بیرون میره، ضربه بده بیرانوند. برخورد او بود که باعث شد مهاجم الشباب در محوطه جریمه تعادلش به هم بخوره و اعلام پنالتی بشه، حتی تقصیری هم نداشت. یه لحظه توپ اثر میگذارن، این سم دروازه‌بان الشباب یه لحظه خودش رو به توپ میرسونه، محمد محمد امین حاج محمدی، حسین ابراهیمی، سعید لطفی، عباس بزار، آرش رضاوند، وحید شیخ ویسی هم بازیکنهای ذخیره تیم نفت هستند که اگر علیرضا منصوریان با این شرطی که تیمش داره بخواد تغییر رو به وجود بیاره، شاید حسین ابراهیمی، به میدان بیاد و
احتمال دقیقه 75 به بعدم اگر نتونن گل مساوی رو برسونند، همین حاج محمدی رو به زمین میفرسته و به دنبال این هستش که کوروشی رو به خط حمله اضافه بکنه تا روی ضربات سر بتونن دروازه رو باز بکنن. منتظر میمونیم، برشک هنوز هیچی مشخص نیست در این بازی، زمان زیادی هم باقی مونده، تازه 5 دقیقه از نیمه دوم رو داریم پشت سر میگذاریم. نفت 0 شباب 1. شیری ضربه عجیبی رو به توپ میزنه، در ادامه توپی در اختیار بازیکن شباب قرار میگیره. تعداد شوت 5 در برابر 10. متحری، امیری رو نقشه بر زمین میکنن، داور باید توی این صحنه تذکر بده حداقل، اگر اختار نمیده موقعیت خوبی داشت به وجود میومد برای نفت ایران. اینجا شیطنت رو انجام داد مدافع میانی از شباب. سری بازیکن شباب برمیگردند، تو چارچوب باشه احتمال گل شدنش خیلی زیاده، حالا امیدواریم که این موقعیت رو بتونن به وجود بیارن. اصلا با استرس تو دروازه دیده میشه این دروازه‌بان. موبلی دورخیز میکنه، پاس میده، پادوانی جلو اومده، خطایی گرفته نمیشه، یکی از بازیکنان شباب باز هم روی زمین افتاده و اینجاست که رافینیا درگیری لفظی هم داره با امیری، اشاره میکنه که توپو به بیرون بزنه. بازم کادر پزشکی بالا سر بازیکن مصدوم میاد، این بار رافینیا و سایر بازیکن شباب با سیامک کوروشی صحبت میکنند. دوران قرضی که در ملوان بازی کرد از سوی آقای کارلوس کیروش به تیم ملی دعوت شد اگه اشتباه نکنم. بلند این لحظات بیشتر بازیکنات دارن با داور صحبت میکنن تا توجه به ادامه مسابقه در زمین داشته باشند. عزازی با غلامرضا رضایی صحبت میکنه، غلامرضا رضایی که سابقه حضور در تیمای عربی در کارنامش هست در فوتبال امارات. تو بیرون میده، بازی تأخیری و کند در لحظات که به ضرر ما هست، احتمالا دیگه از دقیقه 75 اگر از شباب با هم یه گل جلو بمونه و پیش باشه بیشتر به زیر توپ ضربه میزنن تا ارائه فوتبال. زننده تکل بازی نایف از زازی، واقعا دیگه کسل کننده و ملال آور شده این نحوه بازی، چقدر دندان وقت تلف میکنند. مستقیم تو به بیران بند میرسه، به شروع عالی از این دروازه‌بان برای غلامرضا رضایی، خروج دروازه‌بان یه لحظه میاد از دست مخالف استفاده میکنه و توپون به میانه زمین میفرسته. پادوانی درگیر هست، اعتقاد به خطا دارن بازیکن ذخیره اشرب و کادر فنی این تیم. داور کره نزدیک صحنه است، ایمان موبلی کامیابی نیا به کمکش میاد و پرتاب برای نفت. کمک و داور به هم دیگه نگاه کردن تا در نهایت تصمیم گرفتن پرتاب رو به سود نفت اعلام بکنن. این هم صحنه که
تیم داوری موندن که توپ به سود چه تیمی بیرون رفته. ضربه کورنر زده میشه، مشت میکنه توپ رو. عزتی به امیدی که شیری خودش به توپ برسونه توپ رو رها کرد. روی همچین تقریبا اشتباهی بود که دروازه ما باز شد. دوباره حزازی، بازیکن باهوش این حزازی، یه لحظه میخواد داور رو فریب بده. بچه های نفت چرا اینجوری میکنن و تعارف میکنن به هم تو بعضی از اوقات؟ با اینکه خیلی راحت میتونن ازش استفاده ببرن، دو دستی به تیم رقیب میدن. تأخیر در پرتاب رو ببینید. به ثانیه توجه داشته باشید. دهمین دقیقه از نیمه دوم هم داریم پشت سر میگذره. آفساید. تیم نفت 1-0 عقب هست. با بیرانوند بازی میکنند. تو با حسا حسا از این سم به بیرون میره. آروم و قرار نداره پاچیکو. پاچیکو ملقب به مرد هزار چهره، سرشناس ترین مربی هست بین مربیان حاضر در این گروه. ضربه شروع مجدد رو میزنند یا به عبارتی میخوان بزنن. بالاخره این کار انجام میشه. تو به غلام رضا رضایی میرسه. پا به توپ به سمت راست میاد. اشتباه شیری، اشتباهات فردی کم نبود از بازیکنای نفت. خود شیری این بار با دقت بیشتر غلامرضا رضایی رو میبینه. غلامرضا رضایی بین دو سه بازیکن یه مکس میکنه تا بالاخره همتیمی به اون نزدیک بشه که ایمان موبلی رو میبینه. حمدی نژاد این بار بازیکنه الشباب توپ رو بیرون میزنن. خود حمدی نژاد کوتاه عزتی ارسالش خوب نیست. عامر حمدی نژاد پادوانی چشم بسته در یک رفت و برگشت دوباره بازیکنای نفت. شیری سانت میکنه روی نقطه پنالتی، یه ضربه فرصت برای نفت. چه بدشانسی ما توی این صحنه و چه خوششانس این دروازه‌بان که توپ تو دروازش قرار نمیگیره. این رو متوجه شده آقای پاچیکو. یه ارسال تماشایی انصافا قشنگ زد ضربه رو. اینجا کامیابینیا تو با حداقل اختلاف بیرون میره. شیرجه بلندم کاری نیست که مؤثر باشه اگر توپ تو چارچوب بود برای نفت. یه لحظه اثر میگذارم بازی کنه اشتم. کوروشی متحری میاد روی زمین. کامیابی نیا در بدترین شرایط نفت استحقاق این رو داشتی که تا اینجای کار حداقل بازی رو مساوی کرده باشه. پادوانی در کشورش برزیل در تیم گوارا بازی میکرد. توپ برگشتی یه لحظه میرفت نصیب کامیابی نیا بشه که این ازارو نداد. عبدالرحمن
کوروشی ضربه به زیر توپ، پادوانی، و دوباره پاس بلند که این بار هم توپ نرسید به امیری. رافینیا، آقا منظرت میخوام باید عقبتر بایستیم، من با آقای خدا باشم صحبت کنم. یه برخورد با متحری که او هم نقشه بر زمین میشه. عامر هارون، متحری بر میگرده، جوان 21 ساله تیم فوتبال امید ما. سرزنهای نفت خودشون رو به مهاجمه حریف میرسونند. دقیقه 60 رو هم داریم پشت سر میگذاریم. 30 دقیقه تا پایان بازی، 30 دقیقه مهم و سرنوشت ساز پیش روی نفت هست. باید از دقیقه دقیقه بازی استفاده ببرند. با پشت سر توپ رو کورنر میکنند، فریاد میزنه و از همتیمیاش میخواد در مناطق مختلف و مناسب قرار بگیرن. کوتاه دوره ارسال، یه ضربه یه سر توپ از زیر طاق دروازه روی کورنر میکنه. ناجیه از شباب میشه این دروازه بان. حالا نشون میده خیلی هم دروازه‌بان ضعیفی نیست. دوباره برگشت تو شیری، آفساید گرفته نمیشه. عامر، تو همچنان در فضا. حالا کامیابی نیا، آفساید، حالا الام آفساید و مطمئنن بازی تأخیری در این لحظه از سوی بازیکن اشب. سر اینکه کجا توپو باید قرار بدن و ضربه بزنند دارن بحث میکنند. تعویض با در زمین بازی رو ترک میکنه و عبدالمجید در زمین قرار میگیره. شباب 6 بار در لیگ عربستان تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. بازی در ریاض مطمئنن برای نفتی ها بازی سختی خواهد بود. اگر نتونن در این مسابقه نتیجه رو تغییر بدن. غلام رضا رضایی یه پرتاب میگیره. میخواد دور بزنه. کاپتن الشباب احمد اوتایف، عزتی، بازی بیشتر در این لحظات تو فضا دنبال میشه تا روی زمین. شیری این بار دقت کافی نداره. عبدالرحمن توپو بر میگردونه. رافینیا، پاس اشتباه او، توپ در اختیار شیری قرار میگیره. توپ از غلام رضا رضایی عبور میکنه، به دروازه‌بانش توپو میرسونه. او هم بلافاصله میانه زمین رو میبینه، جایی که بازیکنان نفت لحظه ای صاحب توپ شدن اما استمرار نداشت. پرتاب برای تیرپوشای الشباب است. عبدالمجید با شماره 8 در ترکیب تیم الشباب قرار میگیره. نایف به دنبال توپ، زودتر از او کوروشی به دروازه‌بانشون به ایران بند. غلامرضا رضایی خودش هم میدونه که خطا نبود، سری بر میگن. شیری یک در برابر یک، خطای شیری گرفته میشه.
عبدالله الستا. این لحظه ای بود که شیری خطا کرد به روی کاپیتان با تجربه الشباب عربستان. روند بازی به سود تیم نفت دنبال نمیشه، این رو عرضه منصوریان به خوبی درک کرده. 25 دقیقه پایانی بازی، حالا پرتاب به سود نفت گرفته میشه. شیری یه لحظه رو تو بسر میگذره، مطهری اشتباهی دروازه‌بان، خود مطهری میتونست از این توپ بهره بیشتری ببره. عزتی میاره روی زمین، داور حالا خطا میگیره. یه لحظه بازی رو رها کرد، داور خطا نگرفت اما برخورد رو خطا گرفت. کوروشی و پادوانی طبق معمول در محوطه جریمه منتظر گرسال خوب هستن از طراح حملات ایمان موبلی. با پشت سر غلامرضا رضایی توپ سرگردان رو مشت میکنه اونجا محمد و در ادامه ضد حمله‌ای که طراحی نمیشه با جایگیری خوبه همدی نژاد. یه اشتباه دیگه در پاس دادن، خودش اشتباه رو جبران میکنه عزتی. حالا برای امیری چشم بسته عمل میکنه. پادوانی همچنان در محوطه جریمه است و هنوز بر نگشته، منتظر است که یه ارسال خوب رو انجام بدن هم تیمیاش. یه برخورد و حالا اعلام خطا در منطقه مناسب. پادوانی همچنان میتونه در همین منطقه بمونه. اینجا خطا کرد عامر به روی وحید امیری. اندک تماشاگرای حاضر در ورشگاه آزادی منتظرن که توپ دروازه قرار بگیره و نتیجه 1-1 بشه. تعداد خطاها 7-12. موبلی رو تشویق میکنند با لقبی که او خیلی هم دوست داره به عنوان مهندس فوتبال. یه برخورد و خطا، سری بر میگرده کوروشی. عجله ای نداره محمد الاویسی. شیرهای سفید ریاض که انصافاً بازی برتری رو علی‌رغم که پیروز میدان حسن مقابل نماینده ما انجام ندادند. حمید نژاد دفاع چپ توپو به دفاع راست میرسونه. شیری به هر نحوی که شده خودشو در موقعیت سانت قرار میده اما سانترش کم دقته. عبدالمجید، رافینیا، دوباره رافینیا، یه ارسال زمینی توپ در دستای بیرانوند قرار میگیره. این سمت امیری رو میبینه. امیری توپو جلو میاره تا یه بازیکن به اون نزدیک بشه. وقتی که این اتفاق رخ نمیده چاره ای جز خطا کردن نداره تا حداقل ضد حمله طراحی نشه برای الشباب. تاریخچه باشگاه الشباب هم در نوع خودش خیلی جالب و عجیب هست. قدیمی ترین باشگاهی که در لیگ عربستان سال 1947 تأسیس شده
اختلاف نظرها در این باشگاه باعث شد که در یه مقطع خیلی از بازیکنان این تیم جدا بشند و یه تیم دیگه ای درست کنند و شاید در ادامه بازم با پیچتی زیادی دنبال شد. یکی دیگر از بازیکنان الشباب بازم روی زمین است. کاری تکراری از بازیکنان الشباب. نایف عزازی است که روی زمین افتاده. زننده تکل بازی از روی نقطه پنالتی. اینم ذخیره های الشباب. جان انتوی بازیکن قنایی شاید اگر نتونه حزازی بازی بکنه به جایی به زمین بیاد. کادر فنی به رهبری علیزه منصوریان میان از فرصت استفاده میکنن، با بازیکن صحبت میکنن به این امید که در این 20 دقیقه پیش رو روند بازی به سودونو تغییر پیدا بکنه. و در سوی دیگر همتای علیزه منصوریان پاچکو که دوست داره همین روند استمرار داشته باشه. پاچکو در تیمای گیمارش، مایورکا، بواویشتا، بلننسه، بنجینگ، چین و زمالک مربیگری کرده. برای دومین بار هست که سرمربی از شباب عربستان میشه. برمیگردیم به بازی. کوروشی پادوانی موبلی شیری غلام رضا رضایی درگیر هست با مدافع مستقیمش، چاره ای جز حرکت رو به عقب نداره و با کاپیتان الشباب روبرو میشه. اعتقاد به خطا داره اونجا کاپیتان الشباب، داور خطا نمیگیره. عزتی با پای چپ ضربه رو میزنه و روی زمین توپ رو آیه کورنر میکنه. دروازه‌بانی که واقعا عمل کرده خوبی داشته و این عصبانیت تو صحنه قبله که پاچکو اعتقاد داشت خطا انجام شد به روی شاگرداش. تو این صحنه چه خطایی بود دیگه، حالا خیلی جدی نبود برخورد. برمیگردیم به این صحنه، داور با اشاره دست میگه که محمد از کنار دروازه کار رو ادامه بده. دروازه‌بانی که حالا ناجی تیمش بوده. خود او یه کارت زرد داره به خاطر تأخیر زیاد در بازی. خطای دیگر از بازیکنان الشباب. عزتی بلند برای غلامرضا رضایی. اینجا بود که حزازی خطا کرد روی شیری. این بار خطای موبلی. هیچ عجله‌ای ندارن دیگه، دقیقا خودتون میبینید که چطور پشت توپ قرار میگیرند. حسن مواس بیرانوند زودتر از متحری مدافعین الشباب. امیری یه تکل خشن. امیری احساس درد میکنه. داور چطور این صحنه رو خطا نگرفت یا حداقل تذکر جدی نداد به بازیکن الشباب.
اینجا ببینیم خشونت در تکل نایف ازدازی دیده شد. دو مدافع میانی نفت مجدد پادوانی در مواصلش اشتباه میکنه. عبدالمجید، رافینیا، یه بی احتیاطی کاملا واضح از بازیکنهای نفت، بعد جای خطا میکنن. اینجا ببینید حمدی نژاد پای چپ رافینیا رو زد. دقیقه 75 رو هم پشت سر گذاشتیم. نفت ایران 0 از شباب عربستان 1. کاپتان احمد اوتایف پشت توپ. امیری هم عقب اومده. کنار زمین حسین ابراهیمی منتظر حضور در زمین هست. کورنر. امیری زمین بازی رو ترک میکنه. حسین ابراهیمی بازیکن جیلانی نفت، در تیمای مختلف گیلانی، داماش و ملوان بازی کرده، در ترکیب قرار میگیره با شماره 7. ارسال غلام رضا رضایی میاد روی زمین، میتونه استارت بزنه. چقدر باش بازیکن از شباب زیاد حرکت میکنه. یه پاس با بیرون پا بیرانوند بیرون اومده، یه لحظه خود بیرانوند، یه کارتم داره، باید خیلی مراقب باشه. برشه گزتی است که توپو به موبلی میرسونه. حمدی نژاد برای مطهری. تو پاسای آخر باید دقت بیشتری داشته باشن تو بعضی از صحنه بازیکن‌های نفت. کامیابی نیا، توپ از مطهری میگذره، میخواد دور بزنه. اینجا احمد و طایف شیری، موبلی، حمدی نژاد از چپ حرکت کرده، رضایی میاد رو پای راستش، ضربه رو میزنه، تو راهی بیرون از زمین میشه. کار برای نفت داره سخت میشه، باید دیگه اگر میخوان پیروز زمین بشن دیگه گل این لحظات بزنند. یه گل مطمئنن روند بازی نفت رو میتونه تغییر بده. دوباره شیری، ابراهیمی، تکل مطهری بیفایده است. محمد الویس، برخلاف پرسپولیس که تو لیگ شرط خوبی نداشت و نداره، تو آسیا به غیر از بازی دیروز خوب نتیجه میگرفت، صدرنشین و فینالیست جام حذفی ما، تو لیگ آسیا شرط عجیبی داره. اینم از اتفاقات نادر فوتبال هست بین تیمای ما در جام باشگاه آسیا. بیرانوند، غلام رضا رضایی و عقب اومده، بعد در یک سوم دفاعی از شباب
ما بیشتر بازیکن داشته باشیم. الان اگر غلامرضا رضایی سانت هم میکرد 3-4 بودیم. خطا در 80 دقیقه. اینجا یه لحظه شارژش کرد حسن معاص غلامرضا رضایی رو. آیا بالاخره یکی از این ارسال ها جواب میده و ما امیدوار باقی میمونیم در دقایق باقی مونده؟ با داخل پای راست به سمت چارچوب، یه موقعیت برای مطهری، یه اشتباه از مدافعین، دور میکنن توپ رو. خود موبلی، مطهری، داور در چند قدمی صحنه است. ادامه بازی، خطایی هم نبود انصافا. رافینیا میگذره، یه لحظه برخورد و خطا. داور کارت نده، ما شانس آورد. ابراهیمی رافینیا رو بلند میکنه، داور بهش کارت میده. اینجا هل داد و دیگه نتونست تعادلش رو حفظ بکنه رافینیا و داور هم مجبور شد به بازیکن تازه وارد ما حسین ابراهیمی که یه بازی ملی هم انجام داده کارت بده. مشکلی هم گویا این سمت به وجود اومده. چی شد که حالا این دروازه‌بان به طوری وانمود میکنه که دیگه نمیتونه بازی بکنه؟ قطعا میتونه بازی بکنه، فقط میخواست جب و یه جوری به سود خودش و تیمش تغییر بده. عزتی هم اعتراضش به همین مورده. دروازه‌بانی که اونطور اشاره میکرد مشکل داره با یک داروی بی‌حس کننده سریع به بازی برگشت. روی نقطه پنالتی یه فرصت باز هم برای شباب و تو بیرون رفت. از حداقل موقعیت‌هاشون حد اکثر بهره رو می‌برند. موبلی، غلامرضا رضایی، یه سر توپ میزنه غلامرضا رضایی روی زمین، یه برگردون توپی که راحت به محمد الاویس میرسه. توپ عمدی نژاد رسید. سانت با داخل پای راست، یه موقعیت دیگه، داور نقطه کورنر رو نشون میده. به دقایق پایانی بازی داریم نزدیک میشیم. حالا دیگه قدر ثانیه ها رو بازی کنه نفت بیشتر میدوند. نفت دیگه دو بازی خارج از خانه رو در دور برگشت باید انجام بده. یه ضربه محکم از ابراهیمی در بین راه، برخورد تو با بازیکن‌های پرتعداد از شباب که دیگه الان همشون به غیر از عبدالمجید در یک سوم دفاعی دیده میشن. کارنر پادوانی، داور خطا نمیگیره. یکی از بازیکن‌های شباب است که روی زمین افتاده. اتفاق عجیب خطا نگرفتن این دو صحنه است. تیم داوری از کشور کره تو بعضی از صحنه‌های مقدار ناهماهنگ بودن با هم دیگه. نایف عزازی از نایه سر احساس ناراحتی میکنه. کیم دونگ جین درخواست میکنه که او رو بیرون از زمین منتقل بکنه. سومین تعویض برای نفت، عباس بزار به میدان خواهد اومد.
علی منصوریان با بازیکن 22 ساله خودش اهل اهواز صحبت میکنه تا بلکه با حضور او یه مقدار شرایط تغییر بکنه به سود نفت. کامیابی نیا برای غلامرضا رضایی که شاید او مرد تعویضی این لحظات نفت باشه. خیلی راحت و خونسرد توپو میانی زمین میارن. شیری، حمدی نژاد، تو به پادوانی رسید، حالا متحری، ضربه روپای متحری، گل برای نفت، گل برای نفت، یه گل قشنگ و تماشایی. بازیکن جوان نفت موفق میشه که دروازه رو باز بکنه. حالا شرایط میتونه بتونه نمنده ما تغییر پیدا بکنه. علیرضا منصوریان حالا متوجه اهمیت دقایق پیش رو میشه. کامیابی نیام زمین بازی رو ترک میکنه و غلامرضا رضایی در زمین باقی میمونه تا بلکه با تجربه بیشتر بتونه در این دقایق باقی مونده اندک کمک بکنه برای پیروزی نفت. این پاس خوب استوپ سینه، ضربه روی پا و توپ توی دروازه قرار میگیره. چقدر قشنگ کار کردن و چه ضربه زیبایی رو میزنه ارسلان مطهری. از زوایای مختلف گل زیبای نفت رو با هم میبینیم. نفت ایران 1 الشباب عربستان 1. منتظر حملات دیگه این نفت باید باشیم. غلامرضا رضایی میخواد دور بزنه، توپو به کاپیتانشون احمد دوتایف میرسوند. عبدالمجید فرار میکنه، حزازی پادوانی رو کنترل میکنه و اعتقاد داشت که تمارز کرده حزازی. بازی سری دنبال میشه در این لحظات از بازی. ابراهیمی بزار شوت او، توپ به ابراهیمی رسید. نفت شایستگی رو داره که تیم پیروز میدان باشه. یه موقعیت دیگه، حرکت توی عرض خطا گرفته نشد. دایره میانی زمین، یه پاس برای رافینیا، چه فضایی داره رافینیا، تک به تک شدن رافینیا و دروازه‌بانی مطمئن به نام بیرانوند. ما و نفت رو امیدوار نگه میداره. این سمت شیری، متحری، سماجت او باعث به توپ ابراهیمی برسه. میره ابراهیمی روی زمین، اعتقاد به خطای هند دارند. دوباره روی زمین میندازه خودش رو بازیکن الشباب. توپ بیرون میزنه محمد الاویس. صحنه رو هم مرور میکنیم، صحنه که خطا گرفته نشد برای ما و همین خطا نگرفتن باعث شد که ضد حمله خطرناکی روی دروازه تیم نفت طراحی بشه که بیرانوند دروازه رو بسته نگه داشت. غلامرضا رضایی میتونه پنالتی بگیره برای موبلی. پرتاب یا کورنر، یه لحظه کورنر میشه. درگیری اونجا بین بازیکن‌های دو تیم. نفتی ها نباید خودشون رو وارد این ماجرا بکنن، زمان به ضرر ماست. رافینیا همچنان در حال اعتراض کردن. ابراهیمی با داور کره‌ای صحبت میکنه، او رو با آرامش دعوت میکنه. دقیقه 89، یه تعویضم برای الشباب باید انجام بشه. نادر سالم به میدان خواهد اومد. موبلی سانت میکنه، پرش بلند، این سمت غلامرضا رضایی و پادوانی توی دار
دروازه، گل برای نفت ایران. نفت ایران 2-1. نفت لایق این پیروزی بود و شاگردای علیرضا منصوریان واقعا بازیکن برتر زمین بودند. دقیقه 90 ما به گل میرسیم. پاچکو خودش هم باید بپذیره که انصافا تیم نفت تیم برتر زمین بود و حالا ما با شایستگی پیروز زمین میشه. این پرش بلند و بدون خطا غلامرضا رضایی و پادوانی و دروازه‌بانی که بالاخره نشون داد که خیلی نمیشه روش حساب کرد، علی‌رغم که انصافا دو سه بارم ناجی تیمش شد از زوایای مختلف. میبینیم نحوه به ثمر رسیدن گل دوم رو، ضربه چکوچی یه جوره هم خوش شانس بود غلامرضا رضایی. خوشحالی بازیکنای نفت و باز هم گلزنی پادوانی که در این هفته ها داره خوب گل میزنه. پاچکو هم نظرشو تغییر میده برای تعویض و همون جان آنتوی رو به میدان میفرسته. ارسال بلند به ایران وند، اون واکنشش روی ضربه رافینیا باعث شد که ما نبازیم و بازی مساوی رو حالا پیروز بشیم. خود به ایران وند لحظات نگران کننده در این لحظات حالا برای ما. امیدواریم که بچه های نفت ضریب اشتباهشون در این لحظات به صفر برسه. حمدی نژاد با سینه توپو میسپره به بیران بند. هنوز تعویض الشباب انجام نشده. من روی گل دوم اون پرشه رو همین متحری انجام داده، متحری بود یا کوروشی. یکی از تاکتیک های نفته که از توانایی بازیکن های سرزن خودش اینطوری بهره ببره. تو بیرون میره، حالا تعویض برای الشباب انجام میشه. احمد اوتایف بازوبند رو بکنم به عبدالله الاستا میسپره. جانت آنت بی غنایی به میدان میاد، هنوز موفق به بستن بازوبند نشده. به بازوش بازوبند رو دستش گرفته الاستا. خطا، تعویض های خوب به موقعی رو شاهد بودیم از علیرضا منصوریان. گوشه زمین غلامرضا رضایی ما متوجه نشدیم که واقعا چقدر زمان تلف شده برای نیمه دوم در نظر گرفته شد. دوباره چهارم، دوباره کویتی هم به ساعتش نگاه میکنه. به ایران بند کار بسیار خوبی رو انجام میده همتای او. این سمت حزازی، رافینیا، حزازی توپو عزتی میگیره، سری با توپو به زمین عریف بفرسته برای متحری. اگر یه مقدار هوشیاران عمل بکنن بازیکن نفت میتونن گل سوم رو هم بزنن. چهارمین دقیقه از زمانهای تلف شده. شیری، غلامرضا رضایی میره در منطقه مناسب. غلامرضا رضایی یه برخورد با او، ادامه بازی. هنوز داور کره تصمیم نگرفت که پایان بازی رو اعلام بکنه. شش دقیقه برای نیمه دوم، به مانند نیمه اول عباس بوازار نزدیک حمدی نژاد، اما حمدی نژاد تصمیم میگیره منطقه بازی رو عوض بکنه. به خوبی هم این کار رو انجام میده. برای ابراهیمی
اول لب رو میتونه انجام بده. غلام رضا رضایی با او ضربه عالی ابراهیمی توپو مشت میکنه، فرصتی دیگر و باز هم موقعیت برای ما. این بار مطهری درگیر با مدافعین سمج از شباب. رافینیا 90 ثانیه تا پایان دیدار. حزازی، پادوانی، یکی از اون برزیلی های واقعا تأثیر گذار که فقط نونه این که برزیلی هست رو نمیخوره. پشت محوطه جریمه خطرناک ظاهر میشن بازیکنه الشباب. عزتی خطا دیگه، باید منتظر الان پایان بازی باشیم، هرچند که یه دقیقه زمان باقی مونده. عزتی باید بلند شه. بازیکنهای نفت انصافا خوب و شجاعانه بازی کرد. رافینیا خودش میپذیره تو این صحنه خطا کرد. مطهری تو بازو میگذره. غلامرضا رضایی، مطهری. خبری هم از آقای کارلوس کیروش نشد در ورزشگاه و گویا جلسه مهمی بودی که همچنان ادامه داشتی. امیدوار هستیم که با حمایت تیم امید کشورمون رفع سوء تفاهمات تیم امیدمونم که بازیکنهای خوب و کادر فنی خوبی هم داره انشالله نتیجه بگیره و داوری که تیم این لحظه سود پایان بازی به سود در میاره و تیم نفت ایران موفق میشه آخرین بازی سال رو با پیروزی مقابل الشباب به پایان برسون. امیدوار برای دور برگشت و انشالله سود نمایندگانمون که همچنان